علی ربیعی از پایه‌گذاران وزارت منفور اطلاعات و وزیر کار سابق دولت روحانی با بیان اینکه در نظام کمتر کسی در آغاز سال 97 انتظار چنین پایانی را داشت، با وحشت و نگرانی افزود 97 را با تهدیدات ترامپ و تحریم‌های یک جانبه وی آغاز کردیم. فقدان آمادگی برای کنش متقابل و مؤثر داخلی و برخی تصمیمات نادرست باعث شد تا سال را با وضعیت چندان مناسبی به پایان نرسانیم. این کارشناس امنیتی نظام در ادامه به قیام مردمی که در تقدیر نظام است به باندهای حاکم هشدار داد و گفت فکر میکنم اگر سال 98 را بر همین سیاق ادامه دهیم چشم‌انداز روشنی در پیش نخواهیم داشت و برای جامعه امکان بروز تحرکات اجتماعی و انتقال ناآرامی‌های ذهنی به ناآرامی‌های فیزیکی را کاملا متصورم. وی به شکست سیاست‌های اقتصادی و بحران درونی رژیم در دوراهی مرگ یا خودکشی اشاره کرده و نوشته است برخی هنوز هیچ اعتقادی به واقعیت جهانی شدن و وابستگی متقابل اقتصادی روزافزون و غیر قابل بازگشت جهان ندارند و با دیدی محدود به رقابت سیاسی داخلی مسائل اقتصادی و اجتماعی را تبیین می‌کنند. علی ربیعی در ادامه از ناکارآمدی نظام در مواجهه با بحران‌ها ابراز نگرانی کرد و گفت سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها نیز نشان داد که فاقد آمادگی ساختاری و دانش و تجربه کافی برای شرایط بحرانی می‌باشیم. مصطفی تاج‌زاده مهره باند مغلوب نظام نیز با بیان اینکه من سال بسیار دشواری در حوزه اقتصادی برای کشور پیش‌بینی می‌کنم، ضرورت تسلیم در برابر جامعه جهانی را گوشزد کرد و گفت اگر تحریم‌ها شکسته نشود و ادامه پیدا کند، شرایط اقتصادی پیچیده‌تر و سخت‌تر می‌شود. قدرت مانور دولت روحانی در شرایط تحریم خیلی زیاد نیست، مگر اینکه بازی تحریم را به هم بزند و به جای اینکه شعار بدهد تحریم را دور می‌زنیم، راهی برای شکستن تحریم‌ها بیابد و با استفاده از همه ظرفیت‌های منطقه‌ای و جهانی نظام به مذاکره با آمریکا بپردازد و تحریم‌های نفتی و بانکی را لغو کند. حسین سلاورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی رژیم هم هشدار داد و با بیان اینکه در حوزه تأمین مالی اقتصاد ایران در سال آینده روزهای خوبی را در پیش رو ندارد گفت با توجه به بحرانی بودن سطح نارضایتی اجتماعی از وضعیت رفاهی، شانس مداخلات بسیار گسترده دولت در مناسبات تولید و تجارت با هدف ترمیم کوتاه مدت وضعیت رفاهی بسیار زیاد است و این دو عامل یعنی احتمال واپاشی در ساختارهای اقتصادی یا مداخلات بسیار گسترده حاکمیتی در مناسبات تولید و تجارت ابعاد نااطمینانی عمده‌ای به هر سناریوی پیشبینی وضعیت اقتصادی کشور می‌افزاید که البته اثر هر دو عامل نااطمینانی مورد اشاره صرفاً و به شدت منفی است. البته این گفتار درمانی‌ها و هشدار درمانی‌های ترسالود برای دوستیابی در جهان نمی‌تواند درد بی درمان دیکتاتوری فاسد و تبهکار و در هم شکسته در برابر مقاومت مردم ایران را معالجه کند.